مرحله دوم اردوی آماده سازی تیم ملی فوتبال ایران سه شنبه با شرکت 27 بازیکن در ورزشگاه شهید دستگردی تهران آغاز شد. در این تمرین که حدود یه ساعت و نیم به طول انجامید، کیروش در ابتدا چند دقیقه با بازیکنها صحبت کرد و پس از اون بازیکنهای تیم ملی به انجام نرمش و تمرینات سبک پرداختند. ملی پوشای ایرانی که در دومین مرحله اردو بازیکنهای تیم قهرمانی لیگ برتر یعنی سپاهان رو هم کنار خودشون میدیدند، تمرین شاداب و با نشاطی رو در ادامه به نمایش گذاشتند و پس از کار به توپ در قالب دو تیم سفید و قرمز یه بازی دوستانه برگزار کردند. تمرین خیلی خوب پرنشاطی بود. انشالله بتونیم این تمرینات رو ادامه بدیم. بعدش تو اردوی بعدی با نظری کرش آقای کرش انشالله اگه حضور داشته باشیم بتونیم یه روند سعودی خیلی خوب انجام بدیم، چون تیم ملی احتیاج داره یه مربی خیلی بزرگ که با حضور ایشون واقعا تیم ملی بتونه با اون رتبه که تو آسیا مد نظرش برسه. روز اولی بود که با آقای کیروش کارهای تاکتیکی انجام دادیم، چون هفته قبل بیشتر فقط فوتبال بوده. امروز فکر کنم یکی از تمرین‌های خوب و نشاطی رو انجام دادیم. مثلا جا فکر می‌کردی به تیم ملی دعوت بشی؟ با چند شهر تیممون خب به زیاد خوب نبود، اما خب اواخر خیلی خوب شد. من خودم خب طول فصل از لحاظ آماری خدا رو شکر خیلی خوب کار کردم. اردو این هفته فقط اردو شناسایی داره، بازیکن‌ها رو می‌شناسه. حالا به هدفش برسه خدا کنه. خوبه بازیکن‌های جدید میان تو تیم ملی، شناسایی میشن به فوتبال ایران. خیلی خوبه بازیکنی که تجربه تیم ملی پیدا کنه، یه وقت اگه بشه احتیاج داشته باشه راحت میتونه بیاد تو تیم ملی بازی کنه. البته پیش از این تمرین کیروش در نشستی مشترک با خبرنگاران درباره اردوهای تیم ملی و کمپ تمرینی اتریش هم توضیح داد. 8 to 12 سه تا کمپ کوچیک سه روزه رو تدارک دیدیم قبل از اردوی اتریشمون که بتونیم بازیکن‌ها رو زیر نظر داشته باشیم. بازی ماداگاسکار هم قطعی شده و آخرین بازی هستش که ما قبل از بازی با مالدیو انجام میدیم و بعد از این سه کمپ کوچیک اردوی کوچیکی هم که داریم اردوی آماده سازیمون رو در اتریش خواهیم داشت. کیروش درباره بازیکنای ایرانی شاغل در خارج از کشورم گفت. بازیکنای ایرانی بازیکنایی که پاسپورت ایرانی داشته باشن از آمریکا، ژاپن تا اروپا گرفته هر جا که باشن تحت نظر ما هستن.